با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم و تسلیت مجدد به تمام ملت ایران، چه داخل چه خارج کشور. تسلیت داره چون کار به دست کسایی انجام شده که خودشون حافظ منافع مملکت معرفی میکنند، اما حالا مشخص شد که حافظ همه چی هستن غیر از منافع مملکت و ملت. من یک کلیپ گذاشتم به نام فرضیه تئوری، اما اینا اثبات کردن که با حجمه که کردن و با کامنت های بی خردانه که گذاشتن ثابت کردن که این درسته، چون خیلی حجمه کردن و جالب که اصلا کلیپ هم گوش نکردند، حتی تیترش رو نخوندند که این یک فرضیه است. آقا اگر این زلزله است پس لرزه ها چیه؟ دوست عزیز، دوستان عزیز، خائنین بالفطره به مملکت، جنایتکار، کثافت، لجن، بپرسید از کسایی که توی مناطق براشون این موج رفته. اول سرگیجه گرفتن، خیلی حالا تحول گرفتن، بعد این همه بعد مفاد مفجر منفجر شدن. خب مشخصه گسرا رو حرکت در میاره، مشخصه سنگ ها رو میشکنه، انرژی ها آزاد میشه. بله پس لرزه داره. پس چی؟ در اهواز یک دونه سیلو سر حماقت شماها و اون بسیجه و کمیته اون زمان که پر مهمات کرده بودی که فکر این سیلو مثلا دیگه جای امنی هست، شعور ندارید. از اون اولش همین بودید، اشغال از اول همین بودید، رفتید تو سیلو اهواز مهمات قایم کردید، آخر کار یکی از این بسیجی ها از دستش یک گروه مهمات افتاد، سیلو منفجر شد، تا دو ماه اهواز میلرزید. یک سیلو وقت این همه مهمات منفجر شدن، وقت شما میگید که پس لرزه ها چیه؟ چرا این حرفا رو میزنید؟ واقعا به شعور خودتون توهین میکنید. حالا یه بقیه برش کنید، یعنی به خودتون میگید عقل ندارم این حرفو میزنم، به من گفتن حجمه کن و حجمه میکنم. ولی بدبختی بیچاره، تو بدبختی، چون اونا تو رو ول میکنن میرن، شما زیر دستپای مردم له خواهید شد. له اصلا آثار از آثار نخواهد بود. کی میخواید بفهمید این حرفا رو؟ کی تا کی میخواید بازیچه باشید؟ تمام فیلم هایی که من دوستان دیدم، شما لطف کردین فرستادین و تو کانال ها گذاشتین، توی صفحات مجازی گذاشتین، ببینید همیشه انفجار وقت اتفاق میفته اول نور میاد، بعد صدا و بعد لرزشش میاد. اون نورها مال همینه. حالا اگه تئوری این هست که آقای پوتین اومده گفته آقا اینا رو منهدم کنید و اینا هم اینقدر شورش نمیرسه و فکر نمیکنه این انهدام اینقدر سر صدا بکنه، گفتن زیر زمین هست دیگه. آقا 70 طبقه آمریکا زیر زمین ساخته، قربونت رو 70 تا 210 متر، شما میگید ما 5 کیلومتر زیر زمین، 10 کیلومتر زیر زمین رفتیم. چرا جوک میگید؟ چرا یک ذره فکر نمی کنید؟ تا کی از این بزرگتر میشید؟ خائنین. هر چقدر دست بازی بیشتر فرو میرید. من اگر اینجا بحث علمی نمی کنم، چون مخاطبای ما مخالف مختلف هستند، ساده به زبان ساده بگم، گفتم یه تئوری فرضیه است، فرضیه می فرض کردن، ولی شما به یقین تبدیلش کردید و دیدیم، میبینیم قطعا همین روز هم اعتراضش میاد بیرون که یا دوستان هارپ، درسته که شما به روز اعتراض دارید، ها منم گاه گذاری دوستان میشنوم، امکان داره با هارپ اون مد اونجا رو زده باشند، اون انبار مهمات اون موشکار زده باشن که میشه این کارو کرد، اما هارپ اینقدر وسعت میتونه زلزله ایجاد کنه، هر چقدر تکنیک پیش رفته، چون هزینه داره. مثلا شما هارپ متحرکو میره از اون بالا امواج میفرستن برای یک سری کارهای خاص، یک مهد خاص، اما میشه با هارپ اون انبار مهمات رو منفجر کرد. این شدنی نیست، شک داری نیست، شک داری نیست. و چون قبلا نوری در آسمون ساعت شده مردم دیدن، شما وقتی جای آتش بازی هم میکنه کاری میکنه، اول نورش میاد، رعد و برق اول نورش میاد، بس صدای آسمان قرنب و حرفا میاد، تو طبیعی. و اون همه مهمات منفجر شدن، دوستان در جریان باشید، وقتی سنگ جای زیر زمین منفجر میشه انرژی آزاد میشه، باز اون رگه ها رو برکت در میاره. پس لرز ما اینه. بله هست، هست. از این چی باید؟ چون عقل شعور نداره، هیچ چی نمیدونن. فقط بلافاصله مگه ساخت پلاسکو ندیدین،
قشنگ مشخص بمب گذاشتن منفجرش کرد. چون اینا یا ایرانی نیستن که نیستن، یا یک سری ربات هستن با اونا انسان به اسم دین. توف تو شرف نداشت. بعدش هم نکته جالب بگم، چون کلیپ میخواستم تمامش کنم، کلیپ بعدی راجع به ارتشی هست. یک کلیپ پر کردم، متاسفانه صدا نداشت، دوباره مجبورم پر کنم و پرم خواهم کرد، امشب تحتیم خواهم کرد. اما به آقای میخواهم یک سیده بهشون بگم. حالا آمریکا زده، اسرائیل زده، خودتون زدید، روسیه زده، هر کس من کار ندارم. این اتفاق افتاده، این فاجعه به وجود اومده، این جنایت اتفاق افتاده. هر چقدر بیشتر از این کارو بیشتر فرو میرید. و درود بر ارتش، لعنت بر سپاه، سپاهیان خائن. بهتون گفتم ول کنید برید. اما برای ختم صحبت یه چیزی میخوام عرض کنم. این کلیپو که من گذاشتم راجع به فرضیه، نظریه، هرچی ما بحشن حرفای خیلی بیتربیتی، میگه از کوزه همان ترابت که دروست. یعنی اینقدر ترسیدن گفتن حجمه کنید. تمام کسایی که کامنت گذاشتن فقط همون مشخصه، همون روز همون ساعت آمدن یک چیز درست کرد و یک کاری کردند. حکایت میدونی حکایت چیه؟ میدونی حکایت چیه با شما؟ میگن بزی با یک گوسفند بسن لب جوب. بزه گفت شما بفرمایید، گوسفند گفت شما بفرمایید. تعارف کردن، بزه گفت شما بفرمایید. گوسفنده پرید دومش یه خورق بالا، بزه گفت هورا دیدم. گوسفند گفت حقا که میگن بز شیطانه، حقا که میگن بز آخونده شیخ صفت با اوریشش، حقا که میگن بز مخرب طبیعته، حقا که میگن. اما فهمیدم بیشرف هم هستی. یک عمر ما رو تو بالا بود، ما دیدیم هیچی نگفتیم. دومه من یه ذره رفت بالا، فکر کردی دیدی ما تو کمیشه بالاست. کار شما کمیشه بالاست، ملت و دنیا داره میبینه، پیر و جوان داره میبینه. حالا فکر کردی با این کلیپ من گذاشتم یه نظریه دادم، یه تئوری دادم، فکر دیدید حجمه کردید، اون همه کار رو ندیدید. مال شما میشه بالاست، ملت همه میبینه. بریشون میخندن، بریشون میخنده، خاطرتون جمع باشه. بله بوزه گفت دیدم، یه زد دومش رفته بالا، گفت ما توی اون بالاست، همه میبینند، ما چی نمیگیم. اما ریشتون کنده است، هر کاری بکنید فرو میرید. پوتین هم شما رو بازی داد. پوتین منافع خودش رو میبینه، پسر خود پسر خود شما که نیست که. منافع خودش تعریف کرده، چون به تو مملکت خودش داره کنه. عزیزان ایام به کام، روزگارتون خوش، و خوشحالم که واقعا مردم دارن کمک میکنند. تک تک اینها دستون درد نکن، دستون باید بوسید، دارن کمک میکنن، کمک مردم. خودش میبرن میرسونن به روستاها. و اون جریانی هم که میگن چیز کردن، چی بهش میگن راهزنی کردن، کار خود این هاست. شک داری قصه نکنید، کار خودشونه. و یک خود طولانی هم شد. یه آقای بود تهران، اینه که میگم، این حکایت خودم به عینه دیدم و تعریف کنم برای شما. یه آقای بود تو تهران، میدان قزوین میشست، 4 زن داشت. با یه زنش توی نزدیکای میدان قزوین زندگی میکرد، زندگی در نقاط مختلف تهران بودند. بعد سر ماه که میشد زنگ میزد به یکی، مثلا به خانم بزرگش، به ذره بزرگش، ببخشید عزم اون طولات رو بفرست بیان خاربارتون رو ببرن. میومد، خوب دقت کنید، میومد وانس رو میذاشت اونجا چیز میکردم، بعد 5 کیسه برنج، 2 این، 2 روغن، 2 شکر، 2 قند، فلان، همین را میذاشت عقب وانت. از پسر رسید میگرفت، پسر خودش رسید میگرفت، من تحویلی دادم، دبه نکنید پسر. خوب که پسر سوار میشد میرفتم، یک وانت با 2 نفر آدم پشتری میفرستن، از این وانت تا جک میسه خالی میکرد تو وانت بعدی. باز همین بار رو بره زن دیگهش میفرستن، بره زن دیگهش میفرستن، در آخر. بعد میگفت به اونم بی ارزه، شما زن پسرت بی ارزه است، چی زایدی بی ارزه زایدی، بیا دست برد خالی کردن بردن. همیشه کارش همین بود. دوست خودتونید، شما راه زنید، شما این کاره میکنید، جاده دست شماست، دست خودتونه. تخلیه میکنید، میگه دوست زده، که میگه انا امنه، ما باید باشیم. شما شاه دوست شمایید، سرور دزدا شمایید، پایه‌گذار دزدی تو مملکتید، بانک زن شمایی، همه چی شما خودتون هستید دیگه. حناتو بشه مردم رنگی نداره، گذشت اون زمان ها.
تبلیغات هیچی رنگ نداره، هیچی تونی رنگ نداره. مرگ بر شما، ننگ بر شما. چه کارتون میکنن؟ ملت خدا میدونه. بس کنید بابا، خجالت بکشید یک بار. از خجالت چیه؟ تعارف تعریف کنید برای خودتون. هر چی برید به قهقرا میرید و به درک واسه میشه که حقتون هم هست، اما بوی بهار داره میاد، مردم حرکت دارن میکنن، شعور مردم خیلی فرق کرده دیگه. از اون جاده جنبر شما خلاص شدن، ملت خلاص شدن. ارتش هم خوشبختانه پشت ملت ایگر که بعد صحبت خواهم کرد، به کوری چشم شما ها عزیز دارید. ملت ایران بوی بهار داره میاد، همه جوره داره میاد، از همه جا داره میاد. خدا نگهدارتون.